तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा। شما که میگفتی سبا خیلی باهات راحته. آره قبلا بود، ولی تو مسیر تبدیل از دادا شاهراخ به شاهراخ رابطه قدیمیمونم تموم شد. بیا بدش به من. بریم، وقت جلسه شده. شاهراخ داشتی جایی میرفتی پسرم؟ بله، باید بریم واکسن سمی رو بزنیم. تو برای چی داری میبریش؟ این که وظیفه ی تو نیست، خودش میتونه با راننده بره. میدونید آخه من یه کار خیلی مهم باهات دارم، واسه همین. خودت میتونی انجامش بدی؟ من به راننده میسپارم. بریم شاهرخ. خیلی خوب، خوبه دیگه، با نظرم موافقی؟ نه زنده ای، امکانش نیست. چرا؟ مشکلش چی عزیزم؟ شما تو لاهور ازدواج کردین دیگه، اینجا یه عالمه طرفدار داری، همکار داری که تو عروسیت نبودن اصلا. درستش اینه که اونا رو هم دعوت کنیم، به این بهونه زنت رو هم میبینن عزیزم. من همینو نمیخوام. منظورت چیه؟ میخوای ازدواجتو مخفی نگه داری؟ آره شما همینطوری فکر کنین. خواهر، رفتار پسرتو داری میبینی دیگه. شاهرخ درست میگه نفیسه، این یه مسئولیت خیلی سنگین داره. سبا هر لحظه ممکنه دچار حمله بشه. تا وقتی که حال سبا خوب نشه به نظرم این فکر خوبی نیست. نه ماما، نمیخوام برم. وقتی گفتم نمیرم یعنی نمیرم. سبا عزیز دلم، سعی کن حرف منو بفهمی مادر. من هیچ حالی نیست. شما مگه نگفتی که بعد ازدواج همه چی درست میشه؟ هیچی درست نشد مامان، همه چی به هم ریخته. اون خیلی عوض شده، دیگه مثل قبل نیست، خیلی خیلی عوض شده. شما میدونی؟ میدونی چطور نگاه میکنه؟ خیلی بد، بد نگاه میکنه. بد، بد. نه نه، من تو اتاقش نمیرم، من نمیرم، نمیرم. سبا تو چت شده دخترم؟ آخه مگه اون غریبه است؟ دخترم اون شاهرخه، شوهرته. آخه چرا نمیفهمی اینو؟ شاهرخ؟ شوهر منی؟ بعد اون شاگرد چی؟ نه نه نه، من نمیرم، من اینجا نمیرم، من اینجا نمیرم، جایی نمیرم، من نمیرم، من نمیرم، نمیرم، من این جایی نمیرم، نمیرم. سبا چرا صبح به این زودی اینجا نشستی؟ از کجا برم؟ پیش مامانم برم که دوباره هی بهم گیر بده برم تو اتاق شاهرخ؟ یا عمه که اصلا با هم حرف نمیزنه؟ همه دیوونه شدن.
خب یکم با شاهرخ وقت بگذرون. نه بابا نه، من بمیرم من پیش اون نمیرم. میدونی اون قبلا خیلی خوب بود ولی الان دیگه اصلا خوب نیست. وقتی میبینمش دلم میخواد که یه جایی فرار کنم، قلبم میخواد وایسه. آخه اون شوهرته، چرا ازش میترسی؟ خب مگه از شوهر نباید ترسید؟ نه، شوهر مراقبته، اونایی باید بترسن که شوهر ندارن. تو از شوهرت نمیترسی؟ شوهر من دیگه تو این دنیا نیست. یه فکری، یه کاری میکنی، تو شوهر منو بگیر، اون که به هیچ درد من نمیخوره. تو با شاهرخ ازدواج کن. آره اینطوری خوب میشه، تو با شاهرخ ازدواج کن. این چه حرفیه داری میزنی؟ بابا خیلی فکر خوبیه ها. ببین تو شوهر گیرت میاد، منم نجات پیدا میکنم، پس با شاهرخ ازدواج کن دیگه. هیچ کس حرف منو نمیفهمه. میدونی چیه؟ من ازش وحشت دارم. وقتی نگام میکنه دلم میخواد جلوی چشاش نامرئیشم، فاصله بگیرم. همه منو گیر آوردن، میدونم. زویو لطفا لطفا نجاتم بده، لطفا من از دستش نجات بده، لطفا. میدونی اون برای من مثل سمه، ولی تو که بدت نمیاد. راستشو بگم اون بد نیست. داری چی کار میکنی؟ ولی من نمیخوام اون شوهرم باشه. اگه شوهر تو بشه خوشت میاد. نه تو حرفمو میفهمی، به هم نگاه کن، تو باهاش ازدواج کن. باهاش ازدواج میکنی؟ بگو دیگه، ازدواج میکنی؟ سمیر حتما بیدار شده، میخوام برم پیشش. سویا ببین چی میگم. سویا حرف الکی نزن نفیسه. شاروخ که سرشو میندازه پایین و میگه چشم، سبا رو هم که گرفته، هم عقدش کرده و هم عروسی کرده، بعد تو هنوز به شک داری؟ بله دارم. اگه نیتش درسته پس برای چی داره سبا رو از همه دنیا پنهون میکنه؟ بابا پنهونش نکرده، احتیاط میکنه. حال سبا طوری نیست که بشه به مردم نشونش داد. سعی کن حرفمو بفهمی نفیسه. عین من و تو، خواهر و شاروخ هم نگران سبا هستن. ول کن کریم، اینا همش حرفه. شاهرخ یه جوری دلش برای زویا و بچه‌ش شور میزنه که انگار زن و بچه خودشن. اون دختر هنوز اونجاست؟ بله، با خیال راحت اینجا مونده. اگر به جای سبا اون صاحب این خونه است. ولی من هرگز اجازه نمیدم به بچه‌م ظلم بشه. بالاخره بچه‌ی زویا رو از خونه پرت میکنم بیرون. زویا نمیتونه از اینجا بره نفیسه، به خاطر حرف اونه که شاروخ راضی شد با سبا ازدواج کنه. اون از اینجا هیچ جا نمیره. این چه حرفیه خواهر؟ بعدم زویا کجا و سبا کجا؟ من اینو نمیفهمم که آخه چرا اینقدر شاروخ برای اون دختر دلسوزی میکنه؟ یه لحظه هم از اون دختر غافل نیستم. هر وقت شاروخ میاد اونم یا جلوشو نازدا میکنه. اون کی بیرون اومده؟ همش که تو اتاقش زندانیه. ولی خونش که یکیه خواهر، میاد میره، بالاخره با هم روبرو میشن. یه چیزی بهت بگم، بهت بر نخوره ها، شاهرخ هم هر چقدر که خوب باشه ولی بالاخره مرد دیگه.
بعدشم چه اعتمادی به مردا هست؟ ممکنه نظرش عوض بشه. آخه من تا کی حواسم به اون دختر باشه؟ به نظرم نفیسه، تو به جای زویا حواست به سبا باشه. به جای اینکه زویا رو از شاروخ دور کنی، سبا رو به شاروخ نزدیک کن. چای پدر جون. چی شده پدر جون؟ انگار این روزا خیلی ناراحتین. انگار که یه کسی این خونه رو چشم زده. اول مادر جون ساکت شد، الانم شما ساکت و آروم شدی. از وقتی زویا و ازمیر از اینجا رفتن، این خونه خیلی سوت و خوب شده. پدر جون بعضی وقتا فکر میکنم این سکوت، این ویرانی همش سزای اعمالمونه. میدونیم پدر جون، موقع فوت ازمیر هممون اذیت شدیم، ولی زویا به خاطر ما از این خونه رفت. از کجا معلوم پدر جون که اون راست نگفته که بچهش از خونه شما نباشه؟ نه، این غیر ممکنه. برای چی غیر ممکنه پدر جون؟ برای چی غیر ممکنه؟ ممکنه اونا تو کراچی هم دیگر رو دیدن، دوتایی رفتن زیر یه سقف، ممکنه یواشکی همو می دیدن. برای همینم زویا می گفت آزمایش دی ان ای بدیم، ممکنه اون بچه برای ازمیر باشه. باشه، حالا چی کار میشه کرد؟ زویا که اینجا نیست، معلوم نیست کجا اسیر و عبیر شده بیچاره با یه بچه. اگه شوهر تو بشه خوشت میاد؟ نه، تو باهاش ازدواج کن. خانم، آقا منتظرم برید برای غذا، لطفاً بیاین. بهشون بگین گرسنه نیستم. باشه، چشم. ماشالله دخترم چقدر خوشگل شده. مامان مگه داریم جایی میریم؟ جایی نمیریم عزیزم. پس برای چی گفتی اینا رو بپوشم؟ خیلی دارم اذیت میشم، من میرم عوضش کنم. نه سبا گوش کن، بیا اینجا عزیز دلم.
بشین دخترم یه چیزی بهت بگم. ببین عزیزم، تو الان متأهلی. دخترای متأهلن باید یکم حواسشون به تیپشون باشه دیگه. متأهل؟ ببین دخترای متأهل برای شوهرشون خیلی به خودشون میرسن. حرفمو فهمیدی؟ یعنی زنی که ازدواج کردن اینطوری لباس میپوشن؟ آره پس چی؟ پس چرا زویه تیپ نمیزنه؟ اونم که ازدواج کرده. دیوونه، اون برای چی تیپ بزنه؟ مگه شوهر داره این کارو بکنه؟ زنی که شوهر نداره اینطوری لباس نمیپوشه؟ زنای متأهل برای شوهرشون خوشگل میکنن. که چی؟ چرا لباستو اینطوری پوشیدی؟ یکم درستش کن. خوبه دیگه، کلافه شدم. نه دخترم، نه. لباس پوشیدن رو باید یاد بگیری. بعدشم اینو درستش کن. همین یه روز تنت کن. باشه، صبح زنگ میزنم. خداحافظ. وایسه سبا. چی شده؟ چرا منو میبینی میترسی؟ برای اینکه تو میزنی. منو ببخش. ببین، من اشتباه کردم. از قصد که نبود. ببخشید. ببین، من ازت نمی ترسم. اگه بازم منو بزنی همچین یه چکی می زنمت. باشه. برای چی می خندی؟ نه، فقط همینطوری. من رفتم. گوش کن، خوشگل شدی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اینم شد حرف؟ یه دفعه اینطوری میگی خوشگل شدی؟ آخه اینم شد حرف مگه؟ چقدر کثیفه، خیلی خیلی بده این. مگه باید به کسی اینطوری گفت؟ بعدم همه اینو به خاطر مامانمه. آخه چی کار کنم؟ تو کی هستی؟ درست حرف بزن وگرنه پسرمو صدا میکنم. شاهرخ، یه زن اومده تو خونه. میمرم. سبا؟ سبا تویی؟ این چه قیافه یه واسه خودت درست کردی؟ همش به خاطر پسر شماست. به خاطر شاهرخ؟ آره عمه، میدونین چیه؟ اون پسرتون که هست منو یه جوری نگام میکنه، برای همین اینطوری کردم تا قایم شم. سبا، برای چی از شاهرخ قایم میشی؟ اون گردنت حق داره، اون شوهرته. بس کنمه. شوهر، هر کی میبینه داره میگه شوهر من. شوهر نمیخوام، ولم کنین بابا. سبا، الان متأهلی دخترم، باید مراقب ظاهرت باشی. زنای متأهل باید همشون به خودشون برسن. یکی هم که اون، ببین خیلی خوشگل شدی، یه دونه بزنم تو صورت بمیری. نمیفهمم آخه چطوری از این بدبخت خودم رو نجات بدم. چیکار کنم؟ شاهرخ، آره فهمیدم. ایوا، سبا جایی داشتی میرفتی؟ بله میرفتم اتاق شاهرخ. اتاق شاهرخ میری؟ مامان من برم. آره عزیزم، برو دخترم. رفتم
من باید یه حرف مهمی بهت بگم. باشه بگو. میشه درو ببندم؟ میخواستم اینو بهت بگم که با زویا ازدواج کن. آره اون تو این دنیا شوهر نداره، چقدرم بچهش کوچیکه، آخه چقدرم تنهاست، برای همین همش داره گریه میکنه. بعدم آره خودش هیچ وقت چیزی نمیگه، ولی من راستشو میگم اون به تو خیلی نیاز داره. لطفاً باهاش ازدواج کن. اگه باهاش ازدواج کنی ثوابم کردی. سبا تو چت شده؟ اومدی این حرف رو به ام بزنی؟ حواس سر جاشه، میدونی چی داری میگی؟ بله. بعد تو چی میشی؟ من چی میشم؟ من مامان دارم، بابا دارم. راستشم بخوای به تو نیازی ندارم، برای همین برای خودت هم بهتره که با زویا ازدواج کنی. آره من دیگه برم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل، شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده، برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. ببخشید. کجا داری میری شاهرخ؟ زود میام. حداقل صابونتو بخور شاهرخ. معلوم نیست یهو چی شد. هر چی که شده خیلی هم خوبه. عمه، مامان، میخوام یه چیزی به دوتاتون بگم. باشه بگو دخترم. شما دوتا تا کی میخواین اینجا بمونین؟ نمیخواین برگردین لاهور؟ سبا، ما به خاطر تو اومده بودیم. یعنی همه عمرتون همینطوری اینجا میمونین؟ من به شما دوتا نیازی ندارم، برای همین میتونین دیگه برین. باشه منم دیگه برم. نفیسه، به نظرم هر روز داره حالش بد و بدتر میشه. نه خواهر، اتفاقا داره حالش بهتر میشه، دیگه الان نیازی به کمک ما نداره، داره مستقل میشه دخترم. یعنی چی؟ من که متوجه نمیشم. خواهر دیگه حاضر شو بری لاهور دیگه. به نظرم نباید فعلا سبا رو اینجا بذارید و برید. اون هنوز به اینجا عادت نکرده. این چه حرفیه میزنی شاهرخ جان؟
این تو اینجا هستی دیگه که مراقبش باشی. بعدش هم الان حالش خیلی داره از قبل بهتر میشه عزیزم. پزشکش گفته بود که بعد ازدواج حالش خیلی خوب میشه شاهرخ جان. آخه نفیسه، اون که هنوز کاملا خوب نشده، چطوری میتونیم بذاریمش اینجا و بریم؟ به نظر من دیگه باید بریم خواهر. ما که بریم این دوتا خیلی با هم راحت تر میشن، اینجوری میتونن به هم دیگه نزدیک تر هم بشن. آخه سنده شاهرخ، تو فقط کارای برگشت ما رو انجام بدی، ما همین امروز برمیگردیم. من که تا برگردم اول از همه میرم از پزشکش تشکر میکنم، به خاطر اونه که امروز همچین روزی رو دیدم. منو ببخش خانده داشت، اونقدر از روی تکبر کور شده بودم که نه برادرمو میدیدم نه بچمو. خیلی زود یادت افتاد عذرخواهی کنی. 10-15 ساله وقت داشتی واسه عذرخواهی. آخه چرا اینقدر عجله داشتی که بیای اینجا؟ مامان حالا چیزی نگی. میخوای به دهنم زیب بزنم؟ او ببینید هرچی که شده رو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی حداقل اگه ما عذرخواهی کنیم میتونیم از عذاب وجدانمون کم کنیم. آها، پس اومدین عذاب وجدان خودتونو کم کنین، وگرنه هنوز شرمنده نیستین. مامان ما هم اشتباه داشتیم، ما هم باید ازشون عذرخواهی کنیم. ما هم خیلی باهاشون خوب رفتار نکردیم. هرچی که شده نتیجهش افتاده گردن دوتامون. امروز نه ازمیر هست نه زویا اینجاست. خانده داشت چند ماه گذشته هنوز از زویا خبری نشده. چطوری خبری بشه آقا نعمت؟ این آقا که تو روی خودش فاتحشم خوند. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان تو کجایی؟ مامان سبا. مامان سبا نزدیک نیا، نزدیک نشو. سبا چی شده؟ نه جلو. سبا آروم باش. سبا آروم. مامان نه. سبا فقط برقا رفته. نه سبا منم شهرو. نه مامان. فازر جنراتور لطفا مامانم رو صدا کن، من خیلی میترسم. اینقدر میترسی چرا گفتی برن؟ برای اینکه تو بتونی با سویا ازدواج کنی. چی؟ بله مامانم از سویا خوشش نمیاد، اون هیچ وقت نمیذاره شما ازدواج کنی، حتی میخواد سویا رو بیرون کنه. این حرف رو کی بهت گفته؟ من با گوشای خودم شنیدم، اون داشت با بابام پشت تلفن حرف میزد که من زویا از این خونه بیرون میکنم. منم برای همین مامانو فرستادم از این خونه بره تا شما بتونین ازدواج کنین. باشه باشه از اینجا بریم. باشه آفرین بیا. آهان من خوبم دیگه، برو. چی؟ مگه نمیفهمی؟ گم شو، میخوام برم تو اتاقم.
چای مادر جون. پدر جون کجاست؟ چای سرد شد. اون رفته پیش آقا رحمت. من که پدر جون رو نشناختم. قبلا به خاطر زویا حاضر نبود با برادر بزرگش حرف بزنه، بعد الان به خاطر زویا اینقدر ناراحته. خیلی خوبه نه؟ من که حس میکنم پدر جون نمیخواد دنبال زویا بگرده دیگه. آقا رحمت رو کی میدونه؟ اگه پدر جون میخواد دنبالش بگرده باید از یه جای درست شروع کنه. یعنی اگه پدر جون واقعا میخواد دنبال زویا بگرده، اول از همه باید از شما بپرسه. چی داری میگی؟ مگه حرف بدی میزنم مادر جون؟ شما میدونی زویا کجاست دیگه؟ خودم شنیدم داشتیم پشت تلفن باش حرف میزدیم مادر جون. زویا من پیشت بخوابم بهت قول میدم خیلی حرف نمیزنم، ساکت میشینم، اذیتت نمی کنم. بخوابم. آره ولی اینجا ممنونم. آره میدونستم به ام اجازه میدی. تو هم دیگه بخواب پیش من. تو هم دراز بکش دیگه. باشه. میدونی چیه؟ مامانم نیست دیگه، برای همین خیلی میترسم. آخه تنها شدم دیگه. تو برای چی نمیخوابی؟ الان دیگه سمیر هم خوابیده، تو هم بگیر بخواب. زویا تو با شاهرخ ازدواج کن. بخواب سبا. من دارم راست میگم، اون خیلی خوبه ولی من ازش خوشم نمیاد. ولی اون خوبه میدونی؟ اگه شما دوتا ازدواج کنیم همه چی درست میشه. آره متن سمجھا کہ دارم راست میگم همه چی درست میشه. تو کی جانے پیار میرا میں کروں شب بخیر تیرا تو دل تو زویا کجاست نغمه؟ دارم ازت میپرسم که زویا کجاست؟ نمیتونم بهت بگم آقا نعمت. اون منو قسم داده. منم پسرم اسمی رو از دست دادم. نمیخوام زویا رو از دست بدم. ولی الان دیگه همه چی خوب شده مادر. تو این خونه هیچ کس به زویا هیچی نمیگه. تازه پدر جونم خودش میره زویا و نوشو با همدیگه میاره. چی گفتی؟ نوه من؟ بله پدر جون. مادر جون شما بهشون بگین زویا پسر ازمی رو داره. این چی داره میگه؟ نوه من کجاست؟ برای چی این خبر از من مخفی کردی؟ نوام کجاست؟ بهم بگو نوام کجاست؟ کدوم نوه؟ کدوم خبر خوش آقا نعمت؟ تو که گفتی اون از خونت نیست؟ برای همینه که امروز زویا در بدره. نغمه نوه من،
میخوام خودم برم نوامو بیارم، عروسمو، پسر ازمیرمو، وارث این خانواده. نوه نعمت علی زنده است. من چقدر بدبختم که حتی اینم نمیدونستم. تو راست گفته بودی که دیر و زود داره سوخت و سوز. نه خدا چی بهم داده، خیلی خوشحالم، خیلی خیلی خوشحالم. ای خدا، ای خدا منو ببخش، خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. آقا چای گوش کن. بله آقا. تون یکی آشپزخونه ببین خارابار باشه. چشم آقا. زویا خانم اینجا نمیاد غذا بخوره، اون طرف همه چی داشته باشه. آقا از بس به زویا خانم توهین میشه دیگه نمیتونه میل به غذا داشته باشه. منظوره چیه؟ کیو داری میگی؟ کی بهش توهین کرده؟ فاصل دارم یه چیزی ازت میپرسم. آقا خوب نفیس خانم، باشه تو برو. رو چشم آقا. با زویا ازدواج کن. آره اون تو این دنیا شوهر نداره. اسمم روت نیست ولی میتونم مراقبت باشم. بعدم آره خودش هیچ وقت چیزی نمیگه ولی من راستشو میگم، اون به تو خیلی نیاز داره. زویو داری کجا میری؟ خانوادم اومدن. اما تو که گفتی هیچ خانواده ای نداری. خانم فامیلتون بیرون منتظرم. زویو لطفاً زویا نرو، لطفاً اگه تو از اینجا بری شاهرخ. من باید از اینجا برم، تو شاهرخو اذیت نکن، مراقب خودتم باش. باشه پسرم، داریم میریم. پسرم خیلی خیلی ازت ممنونم. نه قانی ازو به تشکر کردن نیست. بیا دخترم. تو کی جانه پیار میرا، میں کرا انتظار تیرا. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.